بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. سنت یعنی قانون، قاعده. خدای متعال در عالم طبیعت، در عالم انسان قواعدی داره، قوانینی داره. و شمس تجری مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل. اینا همه قانون دیگه. در شمس هم بقی لها ان تدرک القمر، اینا قانون، قوانین جاری است. منتها قوانین جلو چشمه، قانون جاذبه یا قانون جلو چشم همه میفهمن. قوانینی هم دارد که همه قادر به فهم اونها نیستند. قرآن پر است، واقعا سر تا سر قرآن از بیان این قوانین. ان الله مع المتقین، من جاهد فانما جاهد لنفسه، و امثال اینها که حالا تعدادیشو عرض خواهم کرد. اینا هم قانونه. و من اصدق من الله قیلا، کی راستگوتر از خداست؟ خدا میگه این قانونه. یکی از این قوانین اینه، لینصرن الله من ینصره. هر کسی که خدا رو نصرت کنه، خدا او رو نصرت میکنه. لینصرن الله با چند تا علامت تأکید، یا ان تنصر الله ینصرک. این سنت الهی است. اگر طریقی که شما دارید میرید، کاری که شما دارید میکنید، جهتگیری شما نصرت خدا، یعنی نصرت دین خدا، یعنی نصرت ارزش های الهی، این نصرت خدا یعنی، اگر تو این جهت حرکت بکنید پیروز خواهید شد، خدا شما رو کمک خواهد. البته به شرطی که حرکت کنید، نه اینکه بگید، عمل کنید. این یه سنت الهی است. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر نعمت الهی رو در جاش مصرف کردید، خدا اون نعمت رو بر شما زیاد خواهد. یه سنت الهی. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. این سنت الهی است. اینو همه سنت الهی است. من یه وقتی تو همین جلسه، یه جلسه تو همین حسینیه، گفتم که وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو برداشت و حرکت کردن شبانه به طرف دریا که بگریزن از اونجا و برن، حالا فرداش بود، پس فرداش بود، درست تو تاریخ مشخص نیست، فرعونی ها فهمیدن اینا رو دنبال کردن. منتها اونا پیاده و با زحمت، اینا با اسب و سواره نزدیک اونا رسیدن. فلما ترا الجمعان، اصحاب موسی رو کردن به موسی، وقتی که نزدیک شدن که دیده می شدن، گود اننا مدرکون، اصحاب موسی بنی اسرائیل ترسو و کم یقین به موسی گفتن الان اننا مدرکون، الان میان ما رو میگیرن، پدرمون در آمد. حضرت موسی فرمود کلا، هرگز، انما یه ربی سیهدین. این سنت الهی است. خدا با منه. اینا سنت های الهی است. سنت الهی یعنی قانون. قانون چه جوری عمل میکنه؟ قانون یک موضوع دارد، یک حکم دارد. یک موضوع دارد، یک نتیجه دارد. شما خودتون رو با اون موضوع منطبق کنید، نتیجه قطعا مترتب خواهد شد. ان تنصر الله ینصرک. تنصر الله موضوعه. یاری کنید خدا رو، حکم و نتیجه ینصرکم. اگر شما خودتون رو با این تطبیق کردید، حتما اون نتیجه مترتب خواهد شد، برو برگرد نداره. وعده الهی است که قرآن فرمایش صریح
حضرت رب جل جلاله به ماست. اینکه یک ذره توش مبالغه و خلاف و اینا که وجود نداره علیه بالله. این منتها شرط اینه که شما خودتون رو منطبق کنید با اون موضوع. اگه منطبق کردید اون نتیجه حاصل میشه. جمهوری اسلامی اون روز اینجوری حرکت کرد، هر وقتی هم ما پیروز شدیم اینجوری حرکت کردیم، خودمون رو با یک مصداق سنت الهی منطبق کردیم، خدای متعال نتیجه رو مترتب کرد، ایستادگی کردیم و لب استقاموا علی طریقت الاسقیناهم عن غدق، به ایستید خدا شما رو سیرابتون میکنه، شما رو بی نیازتون میکنه. ایستادیم خدا بی نیاز کرد. عکسش هم همینجور، اگر خدای متعال سنتاش انواع و اقسامی داره دیگه، اونجا میگه لئن شکرتم لازیدن نکن، بعد میگه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اینم سنت. کفران نعمت هم اگر کردید، کفرتم یعنی کفران نعمت، از نعمت استفاده نکردید، بد استفاده کردید، سوء استفاده کردید، اگر این کارا شد ان عذابی لشدید، اونم یه سنت الهی. اگر بر طبق اون موضوع خودمون رو قرار دادیم اون نتیجه برش مترتب خواهد شد. یعنی هر دوتاش سنت الهی است. اون طرف قضیه هم همینجوره. خب دو مورد در سوره آل عمران هست، عجیبه این دو تا مورد هر دو در یک سوره و تقریبا مربوط به یک قضیه، تقریبا البته دو قضیه است، متأ دو قضیه متصل به همه، دو جور سنت ها رو بیان میکنه، سنت پیروزی، سنت شکست. یکی آیه 173 سوره آل عمران، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. داستانش لغو شنیدید، جنگ احد تمام شد، کسی مثل حمزه سید الشهدا تو این جنگ به شهادت رسید، پیغمبر مجروح شد، امیرالمومنین مجروح شد، تعداد زیادی شهید شدن، خسته و فرسوده و زخمی شده و اینها برگشتن مدینه. شب دشمن در نزدیکی مدینه، دشمنی که حالا نتونسته بود کاری از ضربه زده بود اما نتوانسته بود پیروز بشه بر مسلمین، قریش، اینا بیرون مدینه در یه فاصله چند کیلومتری مدینه جمع شدن، گفتن امشب حمله کنیم، اینا خستن، کاری ازشون بر نمیاد، مسئله رو تمام کنیم. عواملشون آمدن داخل مدینه، شروع کردن حراس افکنی. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، آمدن گفتن خبر دارید، اطلاع دارید، اینا جمع شدن، لشکر فراهم آوردن، میخوان پدر شما رو در بیارن، امشب میریزن، چه میکنن چه میکنن، حراس افکنی. اینایی که مخاطب این حراس افکنی بودن قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، نخیر، ما نمیترسیم، خدا با ماست. پیغمبر فرمود اون کسانی که امروز توی احد زخمی شدن جمع بشن. اونا جمع شدن، گفت برید مقابل اینا، رفتن اونا رو شکست دادن و برگشتن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، یه مقدار زیادی غنیمت آوردن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیامد، دشمن رو ناکام کردن و برگشت. این سنته. پس بنابراین اگر چنانچه در مقابل حراس افکنی دشمن شما معتقد شدید که حسبنا الله و نعم الوکیل،
به معنای واقعی کلمه و به وظایفتون عمل کردید، نتیجهش اینه. این سوره آل عمران این سنت رو برای ما بیان میکنه. حالا باز در سوره آل عمران، در ایمال قضیه بعد از احد بود، مثلا شاید چند ساعت بعد از اتمام احد، اون قضیه مال داخل خود احده. اول در جنگ احد مسلمان ها پیروز شدن دیگه، یعنی اول حمله کردند و دشمن رو منهزم کردند و بعد که اون تنگه رو به خاطر دنیا طلبی از دست دادن، قضیه و عکس شد. قرآن این رو بیان میکنه، میفرماید که ولقد صدقکم الله وعده، خدا وعده خودش رو با شما عمل کرد. ما وعده کرده بودیم که اگر در راه خدا جهاد کنید شما رو پیروز میکنیم، ما وعدمون عمل کردیم. اذ تحسونهم به اذنه، شما تونستید اینها رو زیر فشار قرار بدید و از پا در بیارید به اذن الله، توانستید، اولش توانستید. خب پس اینجا خدا کار خودشو کرد، خدا وعده ای رو که به شما داده بود عمل کرد. مدت بعد شما چیکار کردی؟ به جای اینکه این وعده الهی رو شکرگزاری کنید، این لطف الهی رو شکرگزاری کنید، حتی اذا فشلتم، پاتون سوس شد، چشمتون به غنیمت افتاد، دیدید دارن جمع میکنن بعضی ها غنائم رو، پای شما هم سوس شد، فشل شدید و تنازعتم، بنا کردید با هم دیگه درگیر شدن، اختلاف پیدا کردید. ببینید اینا یک نگاه های علمی جامعه شناسی رو این تعبیرات قرآنی انجام بگیره. اینی که چطور میشه یک کشور، یک دولت، یک حکومتی پیشرفت کنه، چطور میشه متوقف بشه و چطور میشه سقوط کنه، اینا رو تو این آیات قرآنی پیدا کنه. حتی اضافه فشلتون و تنازعتون پل امر و عصیتون، استیان کردید، نافرمانی کردید، به شما گفته بود پیغمبر که این کار رو بکنید، نکردید. اون وقتی اینجوری شد، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از آنی که خدا اونجوری که میخواستید که همون نصرت الهیست، این رو به شما داده بود، نشون داده بود، به نصرت کامل داشتید میرسیدید، اما اینجوری عمل کردید. اون وقت منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم، اینجا باز خدای متعال سنتش عمل کرد، صرفکم عنهم، دست شما را از سر اونا کوتاه کرد، یعنی مغلوب شدید. سنت الهی است. اونجا سنت الهی این بود که در مقابل دشمن هراسی بایستید و پیش برید. اینجا سنت الهی اینه که در مقابل میل به دنیا و دنیا طلبی و عافیت طلبی و کار نکردن و زحمت نکشیدن و دنبال طعمه گشتن و اینا، خودتون رو و دیگران رو بدبخت کنه. دو تا آیه نزدیک هم در سوره آل عمران این دو تا سنت رو بیان میکنه. قرآن پر، عرض کردم، از اول قرآن تا آخر قرآن همینطوری که نگاه کنید همینطور هی سنت های الهی تبیین میشود و تکرار میشود. چند جا هم بیان شده که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد، از این قبیل چند چهار پنج مورد هم هست که خدا سنت های الهی تغییر پذیر نیست. این قوانین الهی قوانین متقنی است، با کسی هم قوم خویشی نداره خدا. این که ما بگیم ما مسلمانیم و شیعیم و جمهوری اسلامی هستیم و پس ما هر کاری دلمون خواست بکنیم، نه، ما هیچ با دیگران هیچ فرقی نداره. اگر چنانچه خودمون رو با موضوع اون سنت‌های دسته اول تطبیق کردیم، نتیجهش اونه. اگر با موضوع سنت های دسته دوم تطبیق کردیم، نتیجه این برو برگرد نداره. ما
در سال 60 در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم بایستیم رو پای خودمون، دشمن رو ناامید کنیم. امروز هم میتونیم. خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دورانهای سختی و دورانهای گوناگون یکیه. سنت های الهی هم سر جاشه. خب سعی کنیم خودمون رو مصداق سنت های الهی در راه پیشرفت قرار بدیم.